شما بخیر. رئیس قوه قضاییه سند تحول قضایی را برای رفع چالش‌های دستگاه قضایی و رسیدگی دقیق و سریع‌تر به دادخواهی مردم نهایی و ابلاغ کرد. قرار است با مأموریت‌هایی که در این سند مشخص شده 20 چالش و 47 عامل ریشه‌ای اولویت‌دار برای دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم شناسایی، رفع و یا اصلاح شود. نکته مهم این که در اجرای این سند برای هر یک از راهکارها یک واحد سازمانی مسئول شده تا بر اساس زمانبندی مشخص شده چالش را رفع کند. بر اساس زمانبندی این سند راهکارهای کوتاه مدت تا 6 ماه دیگر، راهکارهای میان مدت 1.5 سال دیگر و راهکارهای بلند مدت تا پایان سال 1402 باید به ثمر برسد. سلام. سند تحول قوه قضاییه سند یکی از جانب رئیس قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده و قراره با تحول هماهنگ در تمام اجزای قوه قضاییه مسئولیت اصلی این قوه در قانون اساسی یعنی تحقق بخشیدن به عدالت رو بر دوش بکشه. اما سوال اصلی اینه که سند تحول چگونه قوه قضاییه رو متحول میکنه؟ توی قدم اول باید کاری کرد که اصلا بین مردم اختلاف و دعوایی شکل نگیره. در سند تحول برای پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف تدابیر مختلفی شده. به عنوان مثال در حال حاضر مردم در هنگام خرید و فروش ملک یا خودرو یا هر قرارداد دیگه‌ای نمیدونن طرف دیگه قرارداد اصلا آدم مطمئنی هست یا نه. لذا کلاهبرداران از این خلأ سوء استفاده میکنند و حق مردم رو ضایع میکنند. طبق سند تحول برای حل این مسئله قرار قوه قضاییه ایجاد سامانه‌ای رو پیگیری کنه که مردم پیش از هر گونه معامله‌ای بتونن سوابق عملکرد طرف مقابلشون رو اعتبار سنجی کنند و طبیعتاً با این کار حجم زیادی از اختلافات پیش از به وجود اومدن در یک معامله از بین میره. حالا فرض کنید به هر دلیلی نشه از شکلگیری جرم یا اختلاف جلوگیری کرد. از منظر سند تحول بهترین روش برای حل و فصل پرونده ورود خود مردمه. برای مثال توی سند تحول پیش بینی شده زمانی که مردم با هم قرارداد می‌بندن بتونن یک نفر رو هم به عنوان داور تعیین کنن تا اگه اختلافی شکل گرفت داور بدون مراجعه به دادگاه اختلافشون رو حل کنه. نوآوری مهم دیگه اینه که برای دعاوی کیفری مثل توهین و نزاع هم میانجیگری یا همون ریش‌سفیدی سابق پیشبینی و به رسمیت شناخته شده. داوری و میانجیگری ایده هایی که در گذشته قرار بود انجام بشه. حالا در سند تحول موانع اجراییش برطرف شده و انشاءالله قرار اجرایی بشه. حالا اگه به هر دلیلی هار به دادگاه کشید، سند تحول تاکید داره که پرونده باید با دقت، سرعت و عدالت رسیدگی بشه. به همین منظور برنامه هایی در سند تحول پیش بینی شده، مثل انتشار برخط آرای قضات برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه، راه اندازی سامانه شناسایی شهادت های دروغ که همگی میتونن دقت و عدالت در رسیدگی به پرونده ها رو تامین کنند. برای افزایش سرعت رسیدگی هم سند پیش بینی کرده که استعلام های کاغذی حذف بشه و قاضی پرونده بتونه استعلام ها رو به صورت الکترونیکی و لحظه ای انجام بده. قوه قضاییه تا زمانی که نتونه رأی صادره دادگاه رو به درستی اجرا کنه در تأمین عدالت هم موفق نیستش. برای تضمین اجرای درست آرای دادگاه سند تحول چند تا راهکار داره. مثلا پیش بینی شده که محکومان فراری از یک سری امکانات اقتصادی و اجتماعی مثل انجام معامله ملک و زمین و خودرو، حتی رانندگی با خودرو هم محروم بشن. با این شکل متواری شدن برای اون شخص صرفه نداره و مجبور میشه رأی دادگاه رو اجرا کنه. اما قوه قضاییه علاوه بر انجام کارهایی که گفته شده وظایف دیگه‌ای هم داره که کمتر شنیده شده. برای مثال یکی از مأموریت‌های بسیار مهم قوه احیای حقوق عام است. در خیلی از موارد حق مردم ضایع میشه، ولی چون شاکی خصوصی وجود نداره کسی پیگیر احیای حق تضییع شده نیستش. یکی از دلایلی که حق مردم ضایع میشه بی‌اطلاعی اونها از حقوقشونه. سند تحول برای حل این مشکل دستگاه‌های اجرایی رو ملزم کرده اطلاعات مورد نیاز مردم رو، مثل اطلاعات مربوط به وام‌های خاص قرض‌الحسنه برای راه‌اندازی کسب و کار یا نحوه دریافت مجوز واردات و صادرات یا نحوه واگذاری اراضی ملی برای راه‌اندازی کارخانه یا کشاورزی رو شفاف و برخط به اطلاع مردم برسونن. سند تحول
برای پیگیری احیای حقوق مردم دست به سوی خود مردم دراز کرده. از این به بعد هر یک از آحاد جامعه میتونن شبیه یک دادستان باشن و اگه جرم یا فسادی رو مشاهده کردن میتونن به قوه قضاییه گزارش بدن و نه تنها کسی معترض اونها نخواهد بود، بلکه از ایشون تقدیر و حمایت هم خواهد شد. یکی دیگه از مأموریت‌های مهم قوه قضاییه اینه که مطمئن بشیم اگه قانونی تصویب میشه به درستی اجرا بشه. بسیاری از مشکلاتی که برای مردم پیش میاد لزوماً ناشی از خطا یا اشتباه مسئولان نیست، بلکه ناشی از اجرا نکردن قانون توسط مسئولانه. به همین منظور بر اساس سند تحول قوه قضاییه موظف شده سامانه انتشار عمومی وضعیت اجرایی قوانین رو راه اندازی کنه تا با کمک مردم از اجرای کامل و صحیح قانون اطمینان پیدا بکنه. یکی از مشکلات رایج بین مردم اختلاف ملکیه که باعث شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده میشه. از وظایف قوه قضاییه حمایت از حقوق مالکیت اشخاص. برای تحقق این موضوع مهم سند تحول پیش‌بینی کرده که پس از نقشه برداری تمام املاک کشور و رفع اختلافات مرزی املاک اسناد تکبرگی صادر بشه. علاوه بر این لازمه که برای تثبیت حقوق مالکیت افراد معاملات قولنامه‌ای نیز در محاکم بی‌اعتبار بشه و تنها اسناد رسمی معتبر باقی بمونه. مأموریت دیگه قوه قضاییه اصلاح مجرمانه. قوه قضاییه اصلاح مجرمان رو غیر از مجازات مجرم میدونه. وظیفه قوه قضاییه فقط این نیست که مجرم رو مجازات کنه، بلکه باید مجرم رو اصلاح و آسیب وارده به جامعه رو نیز بازسازی کنه. در چارچوب سند تحول قضایی باید مجرمان رو با ارائه خدمات آموزشی فرهنگی اصلاح و با مهارت آموزی زمینه رو برای اشتغال اونها پس از دوره محکومیت فراهم کرد. حالا چند نکته مهم برای اجرایی سازی سند تحول. برای اجرای کامل سند تحول قضایی مقدماتی لازمه که در خود سند تحول ذکر شده. اولا لازمه که تحولات جدی از درون خود قوه شروع بشه. برای مثال تدابیری ایجاد بشه که استقلال و عزت قاضی حفظ بشه. شیوه جذب نیروی انسانی باید شایسته محور و رقابتی بشه. یا مثلا ارتقا، انتصاب و جبران خدمات نیروی انسانی مبتنی بر عملکرد بهترشون باشه و نظر مردم در جابجایی ها عزل و نصب قضات مؤثر باشه. همچنین امور مالی و قراردادهای داخلی قوه قضاییه برای عموم مردم شفاف بشه. ثانیاً قوه قضاییه برای اجرایی سازی سند تحول به یاری سایر قوا نیاز داره. برای مثال انجام بعضی از اقدامات ذکر شده در سند تحول مستلزم اصلاح قوانین و مقررات موجوده که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و دولته. مهمتر از تحول داخل قوه و یاری قوای دیگه همراهی و کمک مردم در اجرای سند تحوله. در سند تحول قضایی مردم نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از وقوع جرم تا رسیدگی به اختلافات و اصلاح مجرمان و همچنین در لایه های بالاتر یعنی کشف جرم، تخلفات، فساد، ترک فعلها و تضییع حقوق عامه مشارکت خواهند داشت. مردم میتونن اولا با نظارت و ثانیاً با مطالبه گری به کمک قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی بیان.